بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان بیننده، در خدمتون هستیم با برنامه نهضت احیاگری. این سری از این برنامه نهضت احیاگری علامه آیت الله العظما ابوالفضل برقعی قمی ابن رضا، کسی که در ابتدا از مدارس دینی و حوزه علمیه قم آغاز کرد، به درجه اجتهاد در اونجا رسید و بعد بر اثر تلاوت قرآن و تدبر در آیات قرآن تغییری در اندیشه خودش ایجاد کرد. اندیشه خودش رو در کسانی که پیرو قرآن و سنت بودند دید و به اونها نزدیک شد. بعد از اون بود که علمای قم و بزرگان حوزه علمیه بر علیهش فتاوا دادند و اقدامات کردند و سیستم‌های اطلاعاتی بعد از انقلاب ایران ایشون رو از زندگی محروم کردند. خداوند ایشون رو از شهدا و صالحین قبول بفرماید. امروز در برنامه نهضت احیاگری علامه ابوالفضل برقعی قمی میپردازیم به یک موضوع دیگه که در کتاب تابشی از قرآن ایشون آوردند، در تفسیر قرآن که به نام تابشی از قرآن نامگذاری کردند کتاب خودشون رو. هر عقل سلیمی این رو قبول میکنه که برای فهمیدن صحت داشتن یا باطل بودن یک مطلب باید یک میزان وجود داشته باشه و هر عقل سلیم مسلمانی این رو قبول میکنه که در دین اسلام دلیل صحت و بطلان یک مطلب، یک عقیده، یک اندیشه کتابی هست که پروردگار متعال نازل فرموده و این کتاب آسان و برای همه مردم هست و این کتاب تغییر نخواهد کرد تا قیام قیامت. امروز در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. شباهت‌های زیادی بین فکر اهل سنت و امامیه در قول، در گفتار در این مورد وجود داره که میزان صحت و بطلان هر عقیده و هر مطلبی قرآن کریم هست. از دید آیت الله ابوالفضل برقعی، کسی که در حوزه علمیه قم پرورش یافتند، آموزش دیدند و آموزش دادند، این مطلب رو بررسی میکنیم که هر دو عقیده رو داشتند، ابتدا فکر امامیه و بعد فکری که برگرفته از قرآن و سنت بوده. و مثل همیشه با استاد بزرگوار، استاد برنامه نهضت احیاگری، استاد حسینی عزیز. خواهش میکنم. ممنون خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و محترم. عرض ادب و سلام دارم و از خداوند خواستار توفیق در همه امور، به خصوص در پرداختن به این موضوع بسیار مهم خواستارم. یکی از مواردی که برای صحت یا غلط بودنه یا باطل بودنه احادیث به شکل کلی بهش استناد میشه، چه نزد اهل سنت و چه نزد شیعه، مطابقت داشتن با عقیده قرآن هست. آیا این در هر، در واقع چه سواد اعظم و چه فرقه های دیگه، این مشترکه؟ این میزان قرار دادن قرآن مشترکه؟ علامه برقعی چی میگه در این؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علامه برقعی رحمت الله علیه مقدمتاً در بحث اینکه قرآن به عنوان یک میزانی است که به وسیله اون می شود صحت و بطلان هر عقیده را، به خصوص در بحث عقاید هست، به عنوان یک میزانی است که خدا قرار داده، مقدمتاً این گونه میاد یه مقایسه میکنه، دلایل عقلی میاره، میگه که هر در هر کاری یک میزانی هست. کسی که به قولن دکان خاربار فروشی داره، میزانی داره میخواد وزن کنه. کسی که پارچه فروشی داره، خب متری داره، وسیله اون یک میزانی برای خودش قرار داده. بله. بعد میاد سوال میکنه، میگه که آیا خداوند دینی را که برای جهانیان قرار داده و آخرین دین هم هست، آیا برای حفظ این دین میزانی قرار داده است که بدین وسیله، به وسیله این میزان اگر فکری وارد شد در طول این مدت طولانی، بشود این افکار رو وزن کرد و گفت که آیا واقعا از اسلام هست یا نیست؟ یه مثالی میزنه، میگه که
اگه یک جوی آبی از یک کوچه 1400 متری یا از 1400 کوچه مثلا بگذرد، بله، یک جوی آبی، خب در این جوی آب همه چیز بهش ملحق میشه، حتی خیلی از مردم امکان داره آشغال داخل این حوض بریزن، داخل این جو بریزن، جوی آب بریزن. همون گونه که متاسفانه ما الان اگه نگاه کنیم خیلی از عادات و تقالیدی که در جوامع اسلامی هست به اسلام چسبوندن و به اسم اسلام هست. شما در افغانستان میبینید، در ایران میبینید، در تاجیکستان میبینید خیلی عادات و رسوم هست که ما به اسلام چسبوندیم، یعنی با همون عادات و رسوممون به اسلام نسبت دادیم یا با همین عادات و رسوم وارد اسلام شدن. درست. و خیال کردن که این عادات و رسوم از اسلام هست. آیا در اینجا باعثی نیاز هست به یک میزانی که اون دین خالصی که خدا میخواد، علالله دین الخالص، دین خالصی که خدا میخواد دائما در قرآن هم تأکید شده و هدف از بعثت پیامبران هم بوده که دین خالصی باشه، آیا خداوند برای حفظ این دین یک معیاری میزانی قرار داده است یا خیر؟ که در اینجا صحبت این است که بله، خدا میزانی قرار داده و این میزان هم قرآن هست، میزانی که به وسیله اون سخن انسان ها، اعمال انسان ها وزن می شود، قبول می شه آیا این درست هست یا درست نیست، مطابق عقیده توحید هست یا نیست، آیا هدف بعثت از پیامبران این گفتار، این کردار، این اعتقاد باش تناقض داره یا تناقض نداره. قرآن میاد این میزانیست که خدا قرار داده. در آیات زیادی از قرآن هم این مسئله رو مطرح کرده و خداوند مثلا در ابتدای سوره شورا، در بخش آیه 17 سوره شورا میفرماند که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، در میزان خداوند است که کسی است که قرآن رو فرستاد با حق، یعنی کتابی کاملا در اون حق هست و باطل در این کتاب هیچ جایی نداره و همچنین میزان رو فرستاده. مهم این که میگه ما کتاب را به حق فرستادیم. حالا میزان آیا منظور عدل و عدالت هست یا همون معیارهایی که قرآن قرار میده به وسیله اون؟ یا در سوره حدید هم آیه 25 میفرمایند که لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ناكن بعد مفران كي وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كتاب فرستادين. پس کتاب ها خدا میفرمان که به عنوان یک مرجعی هستن برای شناخته شدن. بعد میفرمان که هدف از این هم اینه که مردم به عدالت قیام کنند. در سوره فرقان میخونیم که خداوند فرمودن که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، پربرکت است آن خدایی که نازل کرد بر بنده خود فرقان را. فرقان چیه؟ جدا کننده حق از باطل، درست از نادرست، یعنی به وسیله آیاتش حق از ناحق جدا و معلوم میگردد. پس اینجا قرآن رو به عنوان فرقان، به عنوان یک معیاری قرار داده که به وسیله اون انسان میتونه عقاید مختلف رو در طول تاریخ مورد بحث و بررسی قرار بده. بله. از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به بعد، از اون زمانی که قرآن نازل شد، میاد اون عقاید نادرست بشری رو مورد نقد قرار میده، عقیده صحیح رو معرفی میکنه. پس میزانی است الان قرآن برای هدایت بشر، برای شناخته شدن حق از باطل. و آیه دیگر هم که مثال میزنه آیه 13 سوره طارق هست که فرمودند انه لقول فصل، قرآن سخن جدا کننده حق است از باطل. این به طور خلاصه استدلال هایی که داره در مورد از خود قرآن، در مورد قرآن که به عنوان فرقان هست، سخن فصل هست، جدا کننده حق از باطل است و مسائل دیگر. این به طور کلی از خود قرآن بود. بعد میاد ادله میاره از سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد و همچنین از سخنان بزرگان اهل بیت در مورد اینکه قرآن مرجعیت داره، میزان داره. و زیباست که وقتی به این روایات میخوریم، برخورد میکنیم، روایات مورد بررسی قرار میدیم، مسئله مرجعیت سنت هم هست. یک
مسئله ای که اصل هدف آیت الله برقایی رحمت الله علیه اینه که همون میزان بودن قرآن مطرح میکنه دیگه. بله. ما در خلال اون دو چیزو هم میتونیم بفهمیم. در خلال اون، در خلال این روایت ها اگه دقت کنید به دو موضوع هم پی خواهیم برد. موضوع اول اینه که در این روایاتی که اومده و آیاتی هم که بود، چیزی به اسم ثقل اصغر، چیزی به اسم اطرت وجود نداره. به اعتراف خود، حالا اطرت به اعتراف خود اهل بیت که مرجعیت رو دادن به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بله. و اینکه حتی سخنان اونها را بایستی بر قرآن و بر حدیث عرضه کرد. بله. پس چیزی بر اساس این روایات به عنوان ثقل اصغر و اطرت که ما نیازمند اون باشیم، قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، نیاز به اون داریم، وجود نداره. با توجه به آیاتی که قبلا هم صحبت کردیم، این یک قضیه هست که مسئله این که اطرتی چیزی در کار نیست. مسئله دوم، همطور که آقای ماهد هم در ابتدای صحبت اشاره کردید، اینه که در این قضیه اینان تقریبا همون عقیده اهل سنت هست که در مرجعیت قرآن و سنت هست. بله. قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعوتی که داده شده دائما. و یه مطلب دیگه هم اینه که عقل سلیم هم این رو قبول میکنه، یعنی عقل سلیمی کسی که میخواد اسلام رو بشناسه قبول میکنه که قرآن به عنوان کتابی که از سمت پروردگار نازل شده و رسول الله علیه السلام که خودشون باز فرستاده پروردگار متعال هستن و تبیین کننده دین در واقع هستن، این دو مرجع و مصدر اصلی دین قرار بگیره. بله، اکیدن همینطوره. چرا که اصل قضیه نیست که خداوند عقل انسان مورد خطاب قرار میده. چیزی نیست که در قرآن خلاف عقل باشه، که عقلی که سلیم هست، عقلی که سالم هست، گفته های قرآن رو بخواد رد کنه. بله. روایت هایی که آورده، اول از روایت شیعه شروع بکنیم در درست این مورد. بله. چون در این مورد خود کتاب در اینجا علامه برقعی رحمت الله علیه روایت هایی که آورده از خود کتب شیعه هست. بله. و به وسیله استدلال از همین کتب میخواد که حقانیت این مطلبی که میخواد مورد بررسی قرار بده اعلان کنه که بابا این چیزی که ما داریم میگیم، مسئله این که قرآن میزان هست، از جیب خودم در نیاوردم، بلکه این همان چیزی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله ثابت شده. و از اهل بیت هم هست، در کتاب‌های شیعه هم اومده که آیت الله برقعی اونها رو نقل کرده. حالا اولین روایت رو اگه ما نگاه کنیم در اصول کافی هست و وسائل شیعه جلد 18 صفحه 78 از جعفر صادق رحمت الله علیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان علی کل حق حقیقه، هر حقیقتی، هر حقی حقیقتی دارست، و علی کل ثواب نورا، و برای هر ثوابی نوری هست، هر حقی حقیقتی داره، و هر ثوابی هم، هر سخن درستی هم میگه نوری داره. فما وافق کتاب الله فخذوه، هر چیزی که موافق قرآن بود اونو بگیرید و هر چیزی که مخالف قرآن بود اونو رها کنید. پس در این روایتی که آورده شده معیار و میزان قرآن هست. الان میفرماند که فما وافق کتاب الله، هر سخنی که موافق کتاب خدا بود اونو قبول کنید و هر سخنی که مخالف کتاب خدا بود رهاش کنید. الان شما بینندگان عزیز، برادرانی که شیعه هستن، آقا تمام اون چیزهایی که به شما گفته میشه بر روی منبرها، بیاید ارزش کنید بر قرآن، خودتون ارزش کنید. وقتی که من یه مثال میزنم، قرآن میگه که جز الله کسی غیب ندارد، نمیدونه. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، واضح آشکار صریح، خیلی واضح آشکار، جز الله هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب رو نمیدونه. حالا شما بیاد اون روایت هایی که در کافی هست، در کل روایت هایی که در کتاب های معتبر شیعه هست اومده در مورد اینکه ائمه علم غیب دارن، چیزی که از قدیم بوده، از ابتدای خلقت، قبل از خلقت بوده تا زمانی که قیامت برپا میشه میدونن، آقا اینو شما عرضه کنید بر قرآن.
خودتون ارزش کنید. این سخنی است که کافی نقل کرده از حضرت جعفر رحمت الله علیه که هر سخنی که موافق قرآن بود شما قبولش کنید، هر سخنی هم که مخالف قرآن بود ردش کنید. حالا هر کی باشه، معیار در اینجا ما به فرد نگاه نمی‌کنیم که فرد چی گفت، کیه. ما نگاه می‌کنیم به سخن. دقت کنید، ان علی کل حق حقیقه، هر حقی حقیقتی داره، هر حرف درستی کار درست هم یه نوری داره. بعد میگه هر سخنی هر کاری رو شما عرضه کنید بر قرآن. ما فرد رو عرضه نمی‌کنیم بر قرآن، که نمی‌خوایم که چون این فرد اینو گفته دیگه سخنش 100% حق هست و چون فلانی گفته 100% باطل است. نه، ما سخن و اعتقاد و عرضه میکنیم بر قرآن. اگه موافق بود قبولش میکنیم، موافق نبود قبولش نمیکنیم. روایت زیبایی بعدی هم که داره در اصول کافی است بار دیگه و وسائل شیعه در همان صفحه است که حضرت صادق رحمت الله علیه فرمودند که اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله والا فالذي جاء به اولى به. هرگاه حدیثی بر شما وارد شد، اگر شاهدی از قرآن هست یا از سخن رسول الله، خب اونو بپذیرید، و اگر نه، آن که برای شما آن حدیث را آورده خودش سزاوارتر است به اون حدیث، یعنی قبولش نکنید، برش گردونید. پس در اینجا معیار اینو قرار میده که شاهدی بایستی از این سخن بر از قرآن باشه یا از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی حتی سخن امام، دقت کنید الان میگه سخن امام هم وقتی اومد، امام گفت که من عالم الغیب و شهاده هستم. امام اینو گفت، فردی اومد گفت که حضرت علی گفته که من عالم الغیب و شهاده هستم. میگم خیلی خوب، این سخن رو ما باید عرضه کنیم بر قرآن و بر سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگه قرآن تأییدش کرد، خب ما این سخن رو قبول میکنیم. اگر قرآن ردش کرد، قبولش نمیکنیم. بر سنت رسول الله عرضه میکنیم، اگه تأیید کرد قبول میکنیم، تأیید نکرد ردش میکنیم. پس اینجا میزان دقت کنید کیه. میزان فقط قرآن هست و بعد هم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. میزان غیر از این دوتا کسی نیست. حتی خود امام داره میگه که سخن من را عرضه کنید، حتی سخن من را باید عرضه کنید بر قرآن و بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، که اگر موافق نبود دیگه برای خودش بزنید تو صورتش. و این همون چیزهاییست که حتی ائمه اهل سنت همیشه دائما تاکید کردن که هر جایی دیدید که سخن ما مخالف سنت رسول الله هم باشه، میگه به دیوار بزنید. حتی ناراحت میشدن اگر کسی میامده پیششون و میگفته شما فلان رأی دادید، این فلان حدیث از رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم معروفه، سر قضیه یکی از مسائل زناشوییه که میگن که رسول الله علیه صلی اللہ علیه وسلم فلان حدیث رو داریم، میام پیش امام شافعی، به امام شافعی میگم و شما فلان رأی دارید، ما رأی شما رو بگیریم، یا چیزی که حدیث رو گرفته، امام شافعی اصلا عصبانی میشه سر اون قضیه. میگه من اگر حرف میزدم که حدیثی شما دیدید، بزنید تو دیوار اون رأی من رو. لباس غیر مسلمون بر تن من هست که تو داری من با رسول الله مقایسه میکنی؟ آره، که بعد سخن پیامبر رو رد کنم. حتی عبدالله بن عباس رضی الله عنه میبینیم که وقتی سخنی گفتن، بعد فردی گفت که رأی ابوبکر عمر این هست، گفت عجیب هست، من دارم به شما میگم که سخن خود پیامبر هست، شما میگی رأی ابوبکر عمر. پس دقت کنید، حتی در میان اصحاب رسول الله صلی الله با اینکه عظمت و بزرگی ابوبکر عمر بر کسی پوشیده نبود، اما اهمیت سخن رسول الله، معیار و میزان سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون مدرک است، اون حجت است، اون مرجع است، نه سخن ابوبکر و نه سخن عمر و نه سخن علی. وقتی که رسول الله فرمود تموم شد، گفت نزدیک است که شما سنگسار شوید از آسمان. من میگم که قال الله قال الرسول، شما میگید که قال ابوبکر و قال عمر، خیلی براشون سنگین بود. خب پس معیار بر اساس این حدیث خداست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام هم خودش میگه که من پیرو هستم. این چیزی است که دائما علامه برقعی میگه که آقا امام تابع هست، تابع خداست، تابع سنت پیامبر هست، نه اینکه ما ازش اطاعت کنیم، و اصلی و فرعی از دین هم نیست.
جالب هستا، چون بعضی وقتا بحث امامت میشه بعد میگن آقا بحث امامت از فروع دین هست، ما معتقدند که فروع هست، فروع مذهب ماست. اصلا امام نه اصل هست و نه فرع. امام خودش تابع قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. روایت دیگه اگه بخونیم با هم دیگه، آره یه دونه دیگه میخونیم بعد اگه موافق باشه، چون نیم ساعت از برنامه گذشته. بله. تماس رو میگیریم. باردی در کافی است و وسائل الشیعه در همون صفحه، جالب است همون صفحه قبلا که 88 بود، از حضرت صادق هم برده روایت شده که فرمودن ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که موافق قرآن نباشه مزخرف است، نمیشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکن. حتی اهل سنت خب ما بر این اعتقاد هستیم که هیچ وقت سخن رسول الله با قرآن تناقض نداره، همون گونه که هیچ وقت یک عقل سالم و درستی با قرآن تناقض نداره. اصلا امکان نداره که حدیثی که صحیح باشد با قرآن تناقض داشته باشه، امکان نداره، امکان نداره. حالا چون ما صحبت از سخن پیامبر میکنیم، میگیم که اون حدیث صحیح، حالا حدیث ضعیف که شما و موضوع شما اصلا در دایره حدیث صحیح که ما بهش عمل کنیم دیگه نیست، پس اونو بندازیم کنار، زیاد هست، زیاد درست کردن. پس اینو بدونیم که هیچ وقت هیچ حدیث صحیحی با قرآن تناقض نداره، همون گونه که هیچ عقل سالم و صحیحی هم با قرآن تناقض نداره، امکان نداره. چند از واتساپ ها رو بخونیم بعد میریم تماسایی که دوستان پشت خط هستن رو میگیریم. دوستی ارسال کردن، گفتن سلام علیکم، با تشکر از برنامه مفیدتون سوالی داشتم، این هست که آیا احادیث رسول الله علیه الصلاه و السلام برای این که ضعیف یا صحیح بودنش را مشخص کنند به قرآن برگشته است یا نه؟ یعنی در احادیث صحیح حدیثی هست که با قرآن تطابق نداشته باشد؟ اینو گفتم که امکان نداره که حدیثی که صحیح باشه با قرآن تناقض داشته باشه. در بحث حدیث شناسی ما دو قضیه داریم، یکی بحث روایت هست، یکی بحث درایت هست. روایت یعنی از نظر سندی، بحث درایت از نظر معناست، متنش. و هیچ وقت یک حدیثی که واقعا درست باشه با قرآن تناقضی نداره. همطور گفتم اصلا عقل صحیح هم و سالم هیچ وقت با قرآن تناقض نداره، و قرآن هم هیچ وقت عقلی که سالم درست باشه عقل به چیزهایی که به حساب قابل فهم براش نیست دعوت نمیده. چیزی که خلاف عقل هست مطرح نمیکنه قرآن، چرا که عقل داره مورد خطاب قرار میده. پس چیزی نمیگه که خلاف عقل درست و صحیح باشه. بله وقتی که انسان بیمار شد عقل صحیح و سالمی نداره، خب معیار و میزان فرق میکنه. همطور که احادیثی که صحیح و ضعیف هستن یا موضوع هستن، احادیث موضوع و ضعیف، همطور به عنوان یک میزان معیار نادرستی است که میخوام اونها را معیاری قرار بدیم. پس خود سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما امر شده می پیروی از اون حدیثی که صحیح هست. بعد مثلا یک شرط و شروطی داره که هم حدیث وقتی که میگن که از نظر سندی در تعریف حدیث صحیح ما میخونیم که هم حدیث از نظر روایتش درست باشه و هم از نظر متنش درایتش. متصل سنده به نقل العدل ضابط عن مثله الى منتها من غیر شذوذ ولا عله. این شذوذ عله میشه بحث تقریبا در مسائل متنش، اون قسمت میشه بحث روایت هست. آره، یعنی فقط در بین برای صحت حدیث فقط به سند چک نمیشه و متنش هم بررسی میشه. بله. دوستی ارسال کردن اگر پیام بدیم پیامم رو توی برنامه میخونید آیا یا نه؟ بله حتما میخونیم. دوست همیشون نوشتن که انشالله که همین مطلب باعث هدایت کسان دیگه مثل من بشه. راستش من از دو طرف شیعه و سنی، حتی شیعه هایی که خودمون هم قبلا شیعه بودیم، تناقض می‌دیدم و فکر می‌کردم که هر دو به یک شکلی دارن دروغ میگن، تا اینکه یکی از شبکه‌ها به من گفتند که اگر می‌خواهی در برنامه شرکت کنی باید قرآن رو قبول داشته باشی و اینکه با توجه به قرآن پیش بری. دوست دیگه‌ای به من همین مطلب رو گفتند و گفتند اصلا به کار هیچ کس کاری نداشته باش، خودت قرآن رو بخون و خودت متوجه میشی. این بود که من دلم آروم گرفت و شروع به خوندن قرآن کردم. بعد از تلاوت قرآن در چند روز اول متوجه شدم خودم میتونم درست رو از غیر درست تشخیص بدم. هر چقدر بیشتر قرآن میخوندم بیشتر متوجه میشدم که مطالبی که اهل سنت میگن مناسبتر و دقیقتر
به قرآن هست. در موارد تاریخی باشون مشکل داشتم، اما از نظر عقیده قرآن کاملا مطابق با گفته های اونها بود. هنوز هم موارد تاریخی رو کنار گذاشتم و استفاده نمی کنم و فقط به عقیده خودم می پردازم. جزاک الله خیر. احسنت، جالبه، بسیار خوبه. واقعا همینطور که قرآن فرمان که الله الذي انزل الكتاب بالحق، یعنی مطالب قرآن همش حق هست، با حق نازل شده و برای بیان حق نازل شده. شما در قرآن چیزی باطلی نمیبینید. پس هر کس دنبال حق هست، قرآن رهبر او خواهد بود، اونو به حق میرسونه، به حق رسیده از در حقیقت. فقط یک پیام دیگر میخونم و بعد تماس بس میگو تا فرمان. با سلام جناب موحد و استاد حسینی گرامی، یه متن نوشتن. آقای موحد، شبانه روز در تمام رسانه و حتی از فضای مجازی مطالبی رو از قرآن به غلط عنوان میکنند که فرصتی برای تفکر این مردم نمیماند. این آخوندها اول آیه ای را به درست میخوانند و ترجمه میکنند، ولی در ادامه و در انتها مطلبی را به آن اضافه میکنند و به کلی مفهوم آیه را تغییر میدهند. مانند سوره زمر آیه 53، هنگامی که انصاریان داشت این آیه را تفسیر میکرد، اول ترجمه را درست گفت، ولی در آخر اسراف را به ظلم به امام نسبت داد. حالا از این مردم کم اطلاع چه توقعی دارید؟ و دست آخر هم عنوان میکند قرآن فقط با امام قابل قبول، با امام قابل قبول خدا و فهم ما میباشد، با امام قابل قبول و فهم ما میباشد. آیه 3 سوره بقره آیا دلیل بر عدم علم غیب داشتن امامان هست یا نه؟ سوال بیننده عزیزه. وقتی در آیه میفرماید مؤمنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، آیا کسی که غیب را بداند، آیا دیگر باید به چیزی که غیب ایمان، باید به چه چیزی از غیب ایمان داشته باشد؟ آیا چیزی که دیگر غیب نیست نزد او، آیا ایمان داشتن به آن غیب ارزش دارد؟ آقا احمد شیعه هدایت شده. بازم کامنت پیاماتون رو میخونم، چند تا از تماس ها رو میگیریم. آقای ابن مالک از شیراز، من یه مطلبی رو برای همه کسانی که تماس میگیرن و پشت خط میمونن میگم بهتون. خواهش میکنم در ابتدا عقیده خودتون رو بگید، همینطور که ما در ابتدا عقیده خودمون رو میگیم، اینکه به نظر ما قرآن میزان هست و قرآن و سنت دو مرجع اصلی هستن و این دو در واقع میزان هستن برای صحت و بطلان هر چیزی. کسانی که زنگ میزنن چه موافق با این عقیده باشن چه مخالف با این عقیده باشن، خواهش میکنم ابتدا بگن عقیده خودشون رو و بعد نظرشون رو میتونن توضیح بدن بیشتر. آقای ابن مالک بفرمایید، نظرتون و عقیدتون در این مورد چی هست؟ سلام علیکم. علیکم السلام. من خواهش میکنم که 2 دقیقه به من بذارین مطلبمو بگم که به عنوان یک فرد مخالف. عقیدتون رو ابتدا بگید و بعد توضیح بدید در موردش. خواهش میکنم بیشتر از 2 دقیقه هم بهتون وقت میدیم. بله، عقیده بنده اینه که از عقیده بنده از مولا علی گرفته شده، چون ایشون در کتاب شریف المجموعه. آقای ابن مالک، چرا متوجه منظور من نمیشید؟ عقیدتون رو، عقیده خودتون رو که برگرفته شده از هر چیزی هست بگید و بعد توضیح بدید، بگید از اینجا گرفتم. فقط عقیدتون رو بگید، بفرمایید. عقیده بنده اینه که از تمام عقلای شیعه و سنی که قرآن بدون ترجمان و بدون مفسر و بدون سنت قابل تفهیم نیست و ما نیاز به مفسر داریم از طرف خدا، نیاز به اهل ذکر داریم که تعبیر به اهل ذکر شده در قرآن، بسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. پس ما نیاز داریم که رجال الهی این من عبادنا. دنبالش هم بخون، بفرما شما بخون، شما ذکر کردید موضوع رو. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات بإذن الله. اون کسانی که یک کتاب آسمانی بهشون داده شد، 3 دسته هستن در جامعه اسلامی: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخیرات. این دلیل برای شما نمیشه. فاسألوا اهل الذکر هم دلیل برای شما نمیشه. حالا شما مطلبتون رو بگید. اون کسانی که مقتصدن کیان؟ اون کسانی که ظالم لنفسه هستن کیان؟ امامان؟ بفرمایید شما مقتصد و شما اون کسایی که ظالمان لنفسه ای رو بفرمایید کیا هستن؟
عرض کنم در تفسیر شیعه و سنی اومده ظالم و نفسه کسی که امام و نشناسه. سنی نمی شما آقا چرا تفسیر کنم؟ چرا میگید شیعه و سنی آخه؟ زور خب من الان حدیثش رو میخونم. نمیخواد حدیث رو. خب ادامه مطلبتون بفرمایید. عقیدتون بر این بود که قرآن بدون ترجمان یا کسی که بتونه اون رو معنی بکنه و ترجمه بکنه برای حتی عرب‌ها که شما خودتون فرمودید سنت قابل فهم نیست. الان ادامهشو بفرمایید. هذا القرآن انما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بدل من ترجمان. این قرآن خطی است نوشته شده بین دو جلد، زبان ندارد تا سخن گوید، نیازمند به کسی است که آن را ترجمه کند، تبیین کند. الا لتو خودشون قطع شدن متاسفانه. ان شاءالله که دوباره تماس بگیرن بتونن فرصت پیدا کنیم و ایشون رو دوباره وصلش بکنیم. یه دو تا کامنت رو میخونم، پیام رو میخونم و بعد دوباره میریم سراغ تماس بعدی. دوستی ارسال کردن سلام، میتونیم سوالات شرعی رو هم در مورد برنامه بپرسیم یا نه؟ سوال من این بود که آیا خودمون میتونیم قرآن رو بخونیم و مطالب شرعی رو که بهش رسیدیم رو از نظر فقهی اجرا بکنیم، مثل قضیه لامستم النساء، با توجه به تفاوتی که بین علما در این آیه هست، آیا ما میتونیم خودمون ترجمه رو بخونیم و اون برداشت خودمون رو عملی کنیم؟ الان جوابشو میدم. بفرما. میخواید تماس بگیم که خیلی منتظر نمونه. این داشته باشید، یادداشت کنید. چون من اینا رو که خوندم دیگه در واقع کم رنگ میشن توی واتساپ، نمیتونم. آقای سید عباس موسوی عزیز از اهواز بفرمایید. با عرض سلام خسته نباشید. الو. علیکم السلام، سلامت باشید. الو. خسته نباشید. سلامت. بحث شما در مورد حدیث ثقلین درسته یا نه؟ نه، بحثمون در مورد حدیث ثقلین نیست. ابتدا هم گفتیم لطفاً عقیده خودتون رو بگید. بحثمون در مورد این هست که قرآن میزان صحت و بطلان هر چیزی هست، هر کلامی، و در واقع دو مرجع اصلی که ما دینمون رو ازشون میگیریم قرآن هستند، به عنوان کتابی که پروردگار متعال نازل کردن، و رسول الله علیه السلام هستن که قرآن رو تبیین کردن و سنتش هم به ما رسیده. و اصل موضوع قرآن دلیل صحت و بطلان. ابتدا عقیده خودتون رو بگید، آیا با این عقیده موافق هستید یا نه؟ اگر مخالف هستید بعدا بگید مخالفم و بعد توضیح بدید. من با این عقیده خب مخالف نیستم، ولی دارم یک مفهوم برای شما انتقال می کنم. این است که اولین مورد، قرآن یه نیاز به مفسری هست، چون بعضی از آیات متشابهات هستند و نیاز به یه مفسری هست. مفسرین آیات متشابهات رو اومدن برای ما شرح دادن. خب بعضی از آیات هستن مثلا ما که نمیدونیم مفهومشون چی. الان بعد مفسرین اومدن حالا چی؟ مثل کدام آیه؟ این آیات رو برای شما نقل کنم. مثل چی؟ متشابهات و منظورتون چیه برای اینکه متوجه بشون بیشتر؟ یعنی بعضی از آیات ما وقتی که میخونیم مفهومشون رو نمیفهمیم. مثل چی؟ مثل یک نمونهش رو بگید لطفا. الان ذهنم متعدل نیست، من بهتون میگم تمام آیاتی که در مورد بهشت و جهنم هست، هیچ کدوم از این آیات همونطوری که رسول الله علیه السلام میفرمایم بهشت اون چیزی که حتی به ذهن بشر هم نمیرسه. خداوند یه چیزایی رو در مورد اون بهشت گفتن که ما ذهنمون به شکل بهشت، ذهنمون به عذابهای جهنم اینا نزدیکتر، به شکلمون به شیوه اتفاقی که در قیامت میفته، در روز قیامت میفته نزدیکتر بشه، که مفهومش رو نمیفهمیم ولی حقیقتش رو نمیفهمیم ولی متوجه میشیم چی داره میشه. اینا آیات متشابهات هستن. این آیات متشابهات رو که شما میگید نیاز به مفسر داره، آیا عملا کسی اومده اینا رو به ما بگه حقیقتش چی هست؟ حقیقت این آیات متشابهات یا رسول الله علیه السلام یا امامان اومدن به ما بگن که این وقتی خداوند میگه تو روز قیامت اینطوری میشه، دقیقاً این میشه، این میشه، این میشه، که ما بفهمیم؟ آیا خب بعضی از آیات من به شما گفتم، بعضی از آیات مبین واضح هست، ولی با این که واضح هستن هم
شاید مثلا در شأن کسی باشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد و این آیات توضیح میده، درسته یا نه؟ یه نمونهش رو شما بگید، یه نمونه از آیاتی که رسول الله علیه و سلم اومدن توضیح دادن در موردش. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما علیه الصلاه و السلام. درسته یا نه؟ بله. در کتاب های اهل سنت و اهل تشیع خب نقل شده که این آیه نقل شده و پیامبر یه توضیحی در مورد این آیه گفتن. اگر میخوای صلوات بفرستید بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. بله. خب این توضیح نیست، یکی از کتاب اهل سنت نیست، تو کتاب اهل سنت توری نیست. حالا کاری نداره، یکی از کتاب اهل سنت هم بگیریم به فرض محال اینو نه بگیریم. نه، این مشکلی هست برادر آقای موسوی عزیز، شما وقتی که میخواهید رفرنس بدید، خب چرا اهل سنت رو در هر قضیه میخواهید واردش کنید؟ شما عقیده خودتون رو بگید، بگید عقیده من این هست، 1 2 3 4. شما در برابر عقیده در درگاه خدا سوال میشید، هیچ وقت هم ازت نمیگن که تو کتاب اهل سنت اومده. هیچ وقت روز قیامت این برای شما دلیل نمیشه که چون در کتاب فخر رازی اومده، در کتاب سیوطی اومده، در تفسیر ابن کثیر اومده، من اینو قبول کردم. میگم با تو خودت عقل نداشتی. آقا شما رفرنس ندید به کتاب های اهل سنت، عقیده تو بگو. این روایت اصلا نه در اهل سنت هیچ اعتباری نداره. به این معنی نیست که خدا نمیتونه صلوات فرستادن این نیست. نه نه، اصلا مگه خدا فرمود که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بر پیامبر درود میفرستن؟ میگن نه، پیامبر گفته که نه، بر من و آل من. خب آقا خدا میفرمه که من و فرشتگانم بر محمد درود میفرستیم. ای مؤمنان شما همین کار انجام بدید. کجاست آل؟ یه مطلب رو من بگم که برای بینندگان شبهه ایجاد نشه یا اینجوری فکر نکنن، چون الان فکر میکنن شما دارید مخالفت میکنید با اینکه صلوات رو به صورت کامل فرستاده بشه. نه نه، بس اینه که من فقط اینو بگم، اهل سنت اینجوری صلوات میفرستن، همینجوری که شما گفتید صلوات میفرستن، یعنی علی آلهی ادامه بعد از رسول الله. شما تشهد ابراهیمی رو بخونید. آره، تشهد ابراهیمی، اون تشهدی که ما توی تشهد تو نماز میخونیم، تشهد کامل هست، این وجود داره توش. یعنی رسول الله هم گفتم، ما از رسول الله گرفتیم. مطلبی که داریم الان بهش میپردازیم استاد اشاره کردن این هست که شما گفتید برای این آیه رسول الله اومدن شرح دادن و گفتن که این آیه اینطوری اومده، شما اینطوری صلوات بفرستید، که این چیزی است که وجود نداره. اما در مورد اینکه این آیه جز آیات متشابهات حساب میشه؟ به هیچ عنوان. من آتلا برقایی هم گفتن، خوندیم که متاسفانه همه آیات قرآن رو جز متشابهات قرار دادن که کسی نمیدونه. میگن که اولا که بحث متشابهات رو منتقل کردن به کل قرآن، که اصلا قرآن قابل فهم نیست دیگه. بله. و گفتیم متشابهات اونطور که خدا فرمود که ما یعلم تأویله الا الله، حقیقت اونو غیر از خدا کسی نمیدونه. قیامت چگونه برپا میشه؟ مشرکین میگن، سوال میکنن، میگن که ای محمد متى هو، این کیه؟ یا اون چیزی که ما رو میترسونه کیه؟ خب خدا و پیامبرش گفتن که تو در این مورد اصلا صحبت نکن، اصلا به دست تو نیست، هیچ کس نمیدونه، این به خدا موکول هست. کی رخ میدهد هیچ کس نمیدونه، ولی میدونیم که قیامتی هست، اما چگونه رخ دادنش، زمانش ما نمیدونیم. حقیقت اون جز الله نمیدونه. مثالی زد در مورد و نفخ فی الصور، علامه برقعی زده بود. خب این صور چی هست، کیفیتش چگونه است، چگونه در اون میدمد، اینا از امور غیبی است که آیا پیامبر باید شرح بده اینا رو، یا امامان باید شرح بده کسی اینا رو؟ چیزی که دیگه و ما یعلم تأویله الا الله فرمودن، دیگه خدا به پیامبر گفت که فیم انت من ذکرها، تو چی میدونی؟ چرا دنبال این مسائل هستی؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، یه جوری میگن انگار خودت میفهمی ساعت کیه. أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، به تو این کارا ربطی نداره محمد، تو به پیامبرش اینو میگه، میگه که شما نمیدونی، کار به زمان وقوع کار نداشته باش. و گفتیم اعرابی اومد سوال کرد که قیامت کی برپاست. رسول الله فرمود تو برای قیامت چی آماده کردی؟ وقتی جبرائیل از رسول الله سوال کرد، گفت که قیامت کی هست، گفت منم نمیدونم. همونطور که تو نمیدونی، من هم نمیدونم. درست.
آقای سید عباس موسوی پشت خط بود، متاسفانه همون موقع قطع شد، یعنی ما صحبت کردیم فکر نکنید تو وسط صحبت های ما قطع شد، همون موقع قطع شدید که ما ادامه دادیم مطلب رو. بیننده بعدی رو میگم، آقای رضایی عزیز از اصفهان، بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام، حالتون چطور آقای رضایی؟ ممنونم، ارکستر همیشه مزاحم هستم. مراحمید، خواهش میکنم، نفرمایید. زنده باشین انشاءالله. استاد حسینی بزرگوار، با شرحی که برای بیننده قبلی دادید راجع به جواز صلوات بر محمد و آل محمد، فرمودید همچه دستوری برای ما نیامده. خب اگه نمیده پس شما چجوری صلوات بر آل محمد میگید؟ ما صلوات اینو نگفت، من توضیح دادم که این اتفاق نیفته، یعنی این شبهه ایجاد نشه. رسول الله علیه السلام رو گفتن، حدیث صحیح در صحیح بخاری هست. مطلبی رو که داریم میگیم این هست که آیات قرآن مفهوم هست یا مفهوم نیست، آیات قرآن نیاز به شرح داره یا نیاز به شرح نداره، هست برای میزان هست یا میزان برای صحت و بطلان نیست. و ایشون در جواب این موضوع گفتند که وقتی که این آیه نازل شده پیامبر گفتن که اینطوری صلوات بفرستین، اما در مورد این که رسول الله علیه السلام گفتن اینطوری بر من صلوات بفرستین، صلوات ابراهیمی رو ما توی نماز و صلوات کامل همین صلواتی است که ایشون گفتن و شکی توی این موضوع نیست. اما رسول الله علیه السلام یک آیه واضح رو که ما میگیم واضحه رو برای شرح اون نیامدن این رو توضیح بدن. قبل از اینکه ادامه مطلبتون رو بگید، عقیده خودتون لطفا بفرمایید. خب قبل از اینکه عقیده ما بگم، چه فایده ما عقیده مون بریم جلو، هر نم از این باغ بری میرسه تازه‌تر از تازه‌تر میره. نه، عقیده خودتون رو بگید و بعد شعر بخونید. عقیده خودتون رو لطفا بفرمایید. ما تو هر برنامه یه برنامه جدید میشنویم که منو خیلی برامون تازگی داره. خب اگر این پیامبر همین رو تعبیر نکرد، آقای رضایی چرا برادر گرامی شما همیشه همین اتفاق میفته، ما دوباره با هم مجبورم میونه صحبت شما بپرم، من نمیخوام این کارو انجام بدم. لطفا عقیده خودتون رو در این مورد بفرمایید که آیا شما به نظرتون قرآن دلیل بر میزان صحت و بطلان هر حرفی هست و قرآن و سنت دو مرجع اصلی دین هستن که دین رو به صورت کامل به ما میرسونن؟ ابتدا عقیده خودتون رو بفرمایید و بعد وقت کامل برای توضیح دادن بهتون داده میشه. اما اگر ابتدا عقیده خودتون رو نفرمایید، چون بینندگان سردرگم میشن، مجبوریم با تو خدافظی کنیم. بفرمایید. نه جناب آقای موحد، قرآن مرجع است بدون شک و دلیل صحت و بطلان هر حرفیه. بله، ولی چه کسی این کار را باش بکند؟ به چه توسط چه کسی این میزان حد باشد؟ شما اون را با یه سنت را اضافه میکنه، سنت را چه کسی باید تبیین کند؟ سنت مبهم است. نه تنها قرآن مبهم است، سنت هم مبهم است. یعنی ما الان خداوند یه قرآن نازل کرده که مبهم است، که هیچ کس نمیفهمه. فسألو اهل ذکر این کنتون را تعلمون. بعد این قرآن نامفهوم یک سنتی برای تبیینش اومده که این سنته هم حالا گنگ و نامفهومه. حالا کی باید این قرآن و سنت رو شرح بده؟ من که امروز مسلمان میشم، 40 سال من یهودی هم، امروز اشهد لا اله الا الله، حالا این سنت رو کی باید برای من تبیین کنه؟ من سنت چه میدونم سنت یعنی چی؟ چی میدونید سنت یعنی چی؟ سنت یعنی من متوجه نمیشم. شما یهودی هستید، مسلمان میشین، قرآن واضحه، سنت واضحه. من 40 سال یهودی بودم، امروز کیل قوانین قرآن را شیوایی حلاوت اسلام به دهنم مزه کرده، پسندیدم خواستم مسلمان بشم. شیوایی و حلاوت یک چیز گنگ و نامفهوم به دهنتون مزه کرده و آمدین مسلمان بشین. شما قرآن گنگ و نامفهومه، سنت هم گنگ و نامفهومه. اون چیزی که شما میگید این هست که باید بریم هر طرف حلاوت و شیرینی حرف آخوندها و حرف امامان به دهنش مزه کرده که بفهمه این قرآن سنت گنگ نامفهوم چطوری باید شرح داده بشه. یه چیزی گنگ نامفهوم چرا حلاوت شیرینی داره آخه؟ آقای موحد، کسی که امروز مسلمان می شود، تمام اون چیزی که در سنت است میناید مسلمان می شود. اون کسی که مسلمان هستم اون تمام چیزایی که در قرآن و سنت هست و لزوما نمی فهمه، ولی اون چیزی رو که میفهمه عمل میکنه. یعنی ما کلا اهل سنت اینطوری هستیم، چیزی از قرآن و سنت و اون چیزی که برداشت میشه، استنتاج میشه از قرآن و سنت رو عمل داریم میکنیم. یعنی 90% مسلمان ها اینطوری دارن انجام میدن. آقای موحد قبول، اون چیزی که فرمودید درسته. در تمام برنامه‌هاتون هم ما شنیدیم که شما با سینه فراخ و با جرأت تمام میگید در پیامبر قرآن رو تبیین کرده است. قرآن میگه قرآن تبیین شده از توسط رسول خدا،
حد چرا وقتی شما میخواید گفته های قرآن رو شکوفا بکنید میرید سراغ آقای برغی، چرا از گفته های خود پیغمبر نمیاد برای ما مثال بزنید؟ دو مطلب دارید خرد میکنید، خیلی عجیب و غریب. یک نفر اومده تفکر کرده در آیات قرآن و برداشت کرده عقیده‌ای رو که امامیه دارن و عقیده‌ای رو که اهل سنت دارن. ما میایم این عقیده رو داریم بیان میکنیم، ما نمیایم برای این که ببینیم خدا چی گفته. خدا واضح حرفش رو متوجه میشیم، داریم میاریم برای اون عقیده‌ای که برقعی از قرآن گرفته، داریم این عقیده رو بیان میکنیم و آیات رو هم میاریم، میگیم ببین خدا این گفته، این گفته، این گفته، برقعی این مطلب رو ازش گرفته. متوجه چی شد؟ یعنی ما برای اینکه بفهمیم قرآن چی گفته که نمیریم سراغ برقعی. برقعی خودش میدونه قرآن چی گفته، ما هم میدونیم قرآن چی گفته. و در مورد تبیین کردن میگید که خدا رو شکر شما همیشه میگید پیامبر قرآن رو تبیین کرده. چه تبیینی که شما میگید گنگه؟ تبیین کرده به گنگی؟ پیامبر این همه سال زحمت کشیده، پیامبر اومده یه قرآن گنگ نامفهوم رو تبیین کرده، خودش گنگ نامفهوم؟ نمیگید شما چه معلمی هستی تو علیه الصلاه و السلام؟ گفتار من امسیجیلی برداشت شد که الان شما زیگیری کردید. شما مستقیما گفتید سنت پیامبر گنگه، چیز برداشت نکردم. اون در بعد گفتارم بود. نه، در ابتدای گفتارتون تا آخر گفتارتون تغییر کرد. الان سنت پیامبر گنگ نیست؟ سنت پیامبر گنگ است، تبیین کننده میخواهد، مثل خود قرآن که مفسر میخواهد. انا لله و انا للناس، برای خودش هم گنگه، گنگ اندر گنگ. خیلی خوبه، بریم. گنگ اندر گنگ نیست جناب. چرا دیگه؟ شما نمیتوانید. ببین شما میگید ما اهل سنتیم. شما چه دلیلی دارید برای اهل سنت ندارید؟ از کجا میگید شما اهل سنتیم؟ یا کنید آقای رضایی عزیز، وقتی قرآن میفرمان جونم آقای حسینی خواهش میکنم، امروز من مقانع شما به چه دلیل میگید اهل سنتیم؟ حالا من اونو بهتون میگم. نیا کنید قرآن داره میگه که ما این کتاب را للناس بر تو نازل کردیم، برای مردم بر تو نازل کردیم. بعد میگه که آیات این آیات مبین هست و بعد میفرمان که به لسان عربی مبین، به زبان عربی واضح و آشکار. خب این واضح و آشکار بودن با گنگ بودنی که شما ادعا میکنید کاملا تناقض داره. سخنی که واضح و آشکار است با سخنی که گنگ هست کاملا متناقض هست. یعنی قرآن داره خدا با من بگونه صحبت میکنه که دیگه بر من اتمام حجتی نمیشه، من نمیفهمم. و الان هم شیعیان هیچ کدام قرآن رو نمیفهمن. یعنی از سال 260 که به ادعای امامیه امام 12 غیبت کرد، الان دیگه کل شیعیان همه در سرگردانی و گمراهی هستند. هیچ کدامشون قرآن رو نمیفهمن، هیچ کدام از دین نمیدونن، هیچ کدام امامشون رو نمیشناسن. کل امت چه شیعه و چه سنی همه سرگردان و گمراه. قرآنی همه زد در میانشون که هیچ اصلا معلوم نیست چی میگه و خدا نمیدونه بعد من چی میخواد، همه سرگردان. امام هم به خاطر اینکه جان خودش رو حفظ کنه غیبت کرده و حاضر نیست که بیاد قرآن رو برای من تبیین کنه. خب آخه این چه دینیست آقای رضایی؟ این چه اعتقادیست؟ قرآن از یه طرف خودش میگه من واضح و آشکار هستم، امام هم داره میگه که آقا سخنان را بر قرآن عرضه کنید، اگر موافق بود قبول کنید، موافق نبود قبول نکنید. یعنی که واضح و آشکار از یک میزانی است. یعنی چه زمانی میشه میزان قرار داد؟ زمانی که واقعا حق و از باطل جدا کرده. فرقان خداوند کتابش رو معرفی کرده، حق و از باطل جدا کرده. چطوری حالا من بیام میگم که کتابی است که شما در مورد اون هیچی من نمیدونم گنگ هست و بعدم میگه آقا میزان هست. حتی اون شما بودید، یکی دیگه از دوستان دیگه زنگ زد بعد گفت که آقا اهل سنت چقدر اختلاف دارن در قرآن و در فهم قرآن، اما شیعیان از امام گرفتن و هیچ اختلافی ندارن. بحث انفال بود، بعد فوری من براتون آوردم، حالا برای دوست برای بینندگان دیدن که حتی شیعه وقتی نقل میکنه از امام، از سه امام سه قولی متضاد رو نقل میکنه، بعد میگه که این فهم قرآن هست. چه تبیانیست؟ از امام، از سه امام سه گفتار متناقض از هم دیگه نقل میکنید. شما قرآن رو میخونید؟ من یه سوال دارم آقای رضا، شما قرآن رو میخونید؟ من قرآن میخونم. قبلش شما نه فقط دنبالش با هم قدم پله پله بریم. شما قرآن رو میخونید؟ با
بله میخونم. من قرآن میخونم. خیلی خوب. شما وقتی که قرآن رو میخونید، من یک مثال خیلی ساده، خیلی خیلی ساده را. وقتی میگه که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. آیا شما این براتون گنگ هست؟ گنگ نیست این. تموم شد. پس چی شما چه چیزی آقای رضایی اون مسائلی که برای شما در قرآن گنگ هست رو مطرح کنید. چه چیزی گنگه؟ الان برات میگم جناب آقای حسینی، اگر من الان نسبت به اون چه که اینجا الان همین آسوه مبارکی شما قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من بگم قرآن اینا میگه، همین الان مثلا در قالب مثال خاتم الانبیا الان حضرت زبان بگشایده بخواد آیه رو بگه، همینی که من میگم میگه حضرت، یعنی مطلب دو یه جور در میاد. یعنی و اگر من مثل پیامبر بگم و پیامبر هم حرف من رو بزنه، آیا مردم موظفن از حرف پیامبر گوش کنن یا حرف من؟ اما من یه خواهش از شما دارم. نکنید من نفهمم. ما نفهمیدیم چی شد والله، به خدا نفهمیدیم چی گفتید. خداوند میگند بگو ای کافران، من یک لحظه اجازه بدید، خداوند میفرماید بگو ای کافران شما اون چیزی رو که من اون چیزی رو که شما میپرستید نمیپرستم و شما هم اون چیزی رو که من میپرستم نمیپرستید، من هم اون چیزی رو که شما میپرستم نمیپرستید. خب این معنی دقیق آیات قرآن هست. خب یعنی ما اگه ما عرب بودیم اینو میشدیدیم دیگه، این فارسیشه. خب پیامبر که از اگر بتونن بفرمایند و فرمودند پیامبر شما چی میخواید بگید؟ مثلا خدا چی گفته؟ خدا داره میگه که آن چیزی رو که من میپرستم شما نمیپرستید. شما یه حرف میزنید، پیامبر یه حرف دیگه میزنه که واضحه. استاد اینو آوردم برای اینکه شما متوجه بشید واضحه، یعنی اصلا نمیخواد شما مفهومی از این بگیرید. شما خودش مفهومه، خودش درسه، خودش داره میگه اینه. نمیدونم پیامبر چی بگه در این مورد که شما چی میخواید بگید. میگه قل هو الله احد، شما از این آیه چی برداشت میکنید؟ برداشت نمیخواد، واضحه، متوجه داره میشید. بگو که الله یگانه است، بگو او اللهی است یگانه، او الله هست که یگانه است. شما چی برداشتی میکنید که پیامبر چه برداشتی داشته باشه؟ جناب آقای موحد بفرمایید. جناب آقای موحد از محضرتون تقاضا میکنم سوره مریم یه آیه به آخر مونده رو بیارید شما. شما بخونید. قرآن دم دستم نیست. سوره مریم آیه خدای متعال به پیامبر میگه ما قرآن را به لسان تو برای تو این را آسان قرار دادیم که تو به تو به زبان آسان قرآن آسان شده را برای مردم تعبیر کنید. بلسانک آقای فا اینما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوم اللد. بلسانک یعنی با اون زبان عربیت قومت. شما میگه به لسان عربی مبین، این لسان منظور زبان هست، نه این زبانی که این نیست، منظور لغت هست. به زبان، به لغت عربی است که اونو بر زبان تو بر آسان کردیم که به راحتی بر مردم داری میخونی. استرناه به لسانی که به زبان عربی. فقط این آیه هم نیست، این آیات دیگه هم هست. اگر ما قرآن رو به یک زبان دیگه می آوردیم، چون برای عرب ها بود، میگفتن این چیز با چه زبانی آوردیم، ما اینکه اینا رو نمیفهمیم. آقای موحد، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و این استمرار دارد، اسم بسم الله الرحمن الرحیم، ام یحفظون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و آتا و آتیناهم آل ابراهیم الکتاب و فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. مال آل ابراهیم است، یعنی الان از آل ابراهیم کسی هست که مثل رسول خدا را در این امت اون که نظر رسول خدا بود قرآن رو برام از اون تعبیر میکنه. یعنی رسولا منهم، یعنی منظور از رسولان منهم هم حضرت علی و حضرت حسن و حسین و الان امام دوازدهم هست، درسته؟ منظور از رسولان منهم این هاست دیگه؟ خیلی پشت خط وقتشون تمام شده و تشکر میکنیم. خداوند یه قرآن نازل کرده، این قرآن خودش نیاز به یک نفر داره که بخونه برای مردم و تبیین کنه، چون کسی که خودش نمیتونه بفهمه. بعد خود اون تبیینی که رسول الله علیه السلام در سنتشون کردن هم گنگ هست. یه نفر که تازه بخواد مسلمون بشه که این چیز گنگن در گنگ رو متوجه نمیشه. چرا مسلمون میشه؟ بیمار مسلمون میشه؟ نمیفهمه داره مسلمون میشه؟
بیننده بعدی رو بس کنید. آقای گلزار بفرمایید. الو. سلام آقای گلزار عزیز، لطفاً ابتدا عقیدتون رو بفرمایید و بعد مطلبتون رو. سلام علیکم و رحمت الله. عقیده بعدی همون عقیده ای است که بیان شد قبلا، که قرآن تمیز دهنده حق و باطل است و همه چیز رو باید به قرآن مراجعه داد. حالا اگه اجازه بدید 2 دقیقه فقط به بنده وقت بدید، من سعی می‌کنم خیلی خلاصه مطلب رو بیان کنم. ناکنید شما اینجا دارید یک مغالطه خیلی بزرگ می‌کنید. شما میگید که آیا قرآن قابل فهم است یا نیستش؟ آقای موحد و آقای حسینی دقت، ما بحثمون اول میزان بودن قرآن هست. بله، همون بحثی که شما در این نتیجه اون هست. بله، اجازه بدید برادر من، اجازه بده. بله. ناکنید همه اعتقاد داریم که قرآن یک معنای ظاهری داره که شکی داره که هر کسی میفهمه، هر کسی کمی ادبیات عربی بلد باشه از روی قرآن بخونه معناش رو میفهمه. این چیز پیچیده نیست، همه هم قائل به این هستن. بله. شما هم مطمئنا قائل به این هستی که کسی عربی بلد باشه معنای قرآن رو میفهمه. حتی نیاز مسلمان بودن هم نیست، یه انسان مسیحی عربی هم بلد باشه قرآن رو بخونه ترجمهش رو میفهمه. این یک بحثه، بحث فهم معنای ظاهری قرآنه. اما بحثی که هست بحث باطن قرآن هستش. ناخوید ما روایت داریم، روایت رو من براتون میخونم. میدونید چرا تا الان الان تا مطلبی رو که گفتید با عقل جور در میومد؟ خب قرآن واضحه، هر کسی بخونه میتونه بفهمه و نیاز به روایت نیست برای این مطلب. بعد میخواید بگید قرآن یه باطنی داره، احتمالاً هم هر بطن دوباره 70 بطن داره که اونو هیچ کس نمیفهمه. الان ببریم سراغ روایت. حالا قبل از این آقای گلزار ببخشید، وقتی میگه اقیم الصلاه، این ظاهرش هست که نمازو بخونید برپا دارید، باطنش چیه؟ میفهمید دیگه چرا؟ چرا میگم وقتی این رو متوجه شدی؟ یه لحظه آقای گلزار، مخالطه میکنی آقای موهم و آقای موحد هستم الان. ولی ببخشید آقای گلزار، من یه سوال داشتم. فرمودید که ظاهرش خیلی واضح و آشکار هست، حالا بحث و اقیم الصلاه. خب ما همه میدونیم که منظور از اقیم الصلاه چیست، باطن شما چی میتونید بگید؟ چی میشه خلاف اون از اون چی میتونید برداشت کنید؟ آت و زکات، نمازو میگه زکاتو بدید، بعد میگه که با مردم و قولو للناس حسنا، با مردم سخن خوب بگید، برخوردتون با مردم خوب باشه، و قل لعبادی یقول التی هی احسن، یا میفرمایند ادفع بالتی هی احسن. اینها چیزایی که ظاهر اون هست و کاملا واضح و آشکار هست. شما از باطن و قولو للناس حسنا یا اقیم الصلاه و آت و زکاته چه چیزی مغایر با اقیم الصلاه میتونید ببینید و چه باطنی دیگه داره؟ آقای حسینی من خواهش میکنم اجازه من حرف بزنم، 2 دقیقه قرار شد فقط سکوت بکنید. ناکنید پس فرق، فقط فرق بنده و شما در این است که من میگم آقا باطن قرآنی که طبق روایات از پیامبر خدا وارد شده که انزل القرآن على 7 احرف لكل حرف منها زهر و بطن، هر حرف یک ظاهر و یک باطنی داره. اعتقاد من این است که این باطن رو چه کسی باید بگه؟ من میگم طبق حدیث ثقلین اهل بیت پیامبر خدا میتونن باطن قرآن رو بیان کنن. اما شما چی میگی؟ شما میگی هر عالمی باطن قرآن اشکال نداره. آقای گلزار کاملا قبول داریم، آقای گلزار کاملا قبول داریم که اهل بیت در مورد اقیم الصلاه باطنش چی میگه؟ چی گفتن اقیم الصلاه؟ اجازه بدید بحث من تموم بشه. نه دنبالش شما میرید میپرید شاخه دیگه، همینجا بمونیم. بعد بفرمایید اقیم الصلاه ظاهرش مشخص هست، بعد فرمودید که پیامبر فرموده که باطن داره و اهل بیت میدونن. آقا باطن اقیم الصلاه، آت الزکا، قولو للناس حسنا، باطنش چیه؟ الان بس چی از اهل بیت رو روایت کنید؟ از اهل بیت اینو بیارید برای ما. من خیلی ساده است، سوالم خیلی ساده است، خیلی ساده. اقیم الصلاه، نماز برپا دارید، باطنش از اهل بیت برای من روایت بیار. ناکنید اجازه بدید بس حرفم تموم بشه. اگه شما جواب دادی چشم، من میدونم که هیچ وقت جواب نمیتونید بدید. من به شما خواهشن، همه برنامه که دست شما از آقای حسینی، 2 دقیقه دوست کردن. بفرمایید. بله، اولا قرار نیست که شما برید سراغ تمام آیات و بخواهید باطن اون آیات و الان باید استخراج بکنید. میدونید که خیلی از روایات به دست ما نرسیده، شما هم خودتون اعتقاد دارید. بس تبیین نشده دیگه، بس تبیین قرآن نشده دیگه. اجازه بده آقای، چقدر شما عجول هستی آقای. معجول نیستم آقا، شما حرفایی میزنید که آدمو به خنده میندازه، والله آدمو گریه میندازه، خنده میندازه. خب
یا بخند یا گریه کن، بسیار اجازه به این فکر آدم بعد به خدا بخنده به گریه کنه. خواه شما میگید که تبیین قرآن شده، امام بعد تبیین کنه، بعد میگه آقا به ما نرسیده، عجیب. پس چی شد؟ چی کار کردن؟ برای چی امام؟ برای چی هست؟ شما میگید که ما نیاز به امام داریم، امامی که روایاتش برای ما نیومده، پس برای چی بوده؟ برای چی نیاز به این امام دارم؟ من نمیگم چرا، شما دقت نمی کنی آقای حسینی، بذار من حرفم تمام بشود. ما مثلا روایت داریم که حی علی خیر العمل، دقت کنید خب، میگه این خیر العمل چه عملی از البر لفاطمت و ولدها، خب یعنی که محبت به اهل بیت پیامبر خدا. این الان یک باطنی است که از این فهمیده شده، از این از این آیه، آیه حی علی خیر العمل. از کجام، از کدام آیه فهمیدید؟ من دارم میگم که، میگم که این آیه نیستش، من منظورم این است که خیلی از مردم اینطوری نه قرار شد از قرآن یه بد میبره ما بیاره. ببینید آقای گلزار، ما نمیخوایم، حقیقتا نمیخوایم میون صحبت شما بپریم خب، و شما خودتون هستید که دارید اون سیر فکری خودتون رو دارید جلو میبرید، اما برای اینکه مشخص بشه چی دارید میگید یه دلیل میخواد. یعنی اون ابتدایی که میگید قرآن واضحه، قرآن فلانه، قرآن میتونیم بفهمیمش، قرآن ظاهرش چیزه، اولا اینکه آیا این ظاهر قرآن هست که ما بهش احتیاج داریم یا باطن قرآن؟ اگر باطن قرآن، اگر ظاهر قرآن است که باطن قرآن کاری نداریم، اگر باطن قرآن است که ما بهش احتیاج داریم، که باید باطن قرآن به ما رسیده باشه، خدایا تو یه چیزی فرستادی، یه ظاهری داره که به درد نمیخورد، یا حداقل به درد تمام دین ازش نمیتونستیم بگیریم، بعد یه باطنی دیگه داره، چرا اولین باطنو قشنگ ظاهر نگفتی؟ اگر نگفتی یه تبیین کننده فرستادی، خب این تبیین کننده هم که ما به ما نرسیده بهش، یه کلمه تو قرآن هست ما معنیشو نمیفهمیم، 12 تا تبیین کننده، 11 تا تبیین کننده رو با رسول رو 12 تا تبیین کننده فرستادی، هر کدوم یه حرفی دارن میزنن، خدای چرا این چه قرآنیه؟ خب پس اجازه من جواب شما رو بدم. ناخونید در اثبات مسلمانی اعتقاد به ظاهر قرآن کافی، این اولا نکته اول. دوم من یک مثال براتون بزنم، مثلا ما آیه قرآن داریم که آقای حسینی میخواد واسش مثال بزنه، الان میگم بیان میشه. آیه قرآن داریم که مثلا ثم استوى علی العرش، خداوند بر عرش استیلا پیدا میکنه. الان نگاه کنید چه آراء گوناگونی در تحت این آیه بیان شده. خیلی اومدن گفتن خدا میاد روی عرش میشینه، خدا یعنی یک نوع، نمیگم تجسم و جسمیت خدا، بعضی اینطوری میگن که خدا اومده روی عرش نشسته در اون صورت. خب اما ما در طبق روایات خود اومدن تفسیر کردن این آیات رو که خداوند اصلا مکان ندارد، این هم که گفته است بر عرش مینشیند، منظور این استش که سیطره پیدا میکنه، منظور این استش که بر تمام موجوداتی که در آخرت هستند علم پیدا میکنه. گرفتید؟ فرق در این است. شما میرید نظر پیدا یک میکنه مفسر نداشت پیدا مثلا سنی را نگاه میکنی، من میرم نظر اهل بیت رو که پیامبر خدا دستور داده باید بهش تمسک کنی، من میرم نظر اون رو نگاه میکنم. فرق درست. من و شما در این است. درسته، یعنی اهل بیت داخل اهل بیت این چیزی که من از کلام شما فرمودم عاقلانه هم هست، اگر حالا میپردازیم بهش، اگر واقعیت داشته باشه، این هست که قرآن تبیین شده توسط اهل بیت و به ما یعنی باید ما الان یه تفسیر قرآن اهل بیتی داشته باشیم و نباید بین امامیه اختلافی وجود داشته باشه در تفسیر قرآن. چرا؟ یا نباید تفسیر کنن، یعنی قرآن رو باید اهل بیت تفسیر کنن. اگر قرائتی میاد یه چیز در مورد قرآن میگه توی مثلا شبکه یک، باید بگه خدا این گفته، تمام امام ها این از تمام امام ها این حرف واحد به ما رسیده. بین امام ها که دیگه نباید اختلاف وجود داشته باشه، چون دارن تبیین میکنن پیام گنگ الهی رو. و ما کار به مسلمونی هم نداریم، در اون ابتدا گفتید که برای مسلمونی، تشکر میکنم ازتون و مطلبتون گرفتیم بهش میپردازیم، کار به مسلمونی نداریم، مثلا مسلمون میخواد باشه نباشه، به ظاهر باطن قرآن اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، ما میخوایم ببینیم یک انسان به ذات انسان بودنش میتونه با ظاهر قرآن تمام مفاهیم و موضوعات قرآن رو متوجه بشه یا نه، که گرفتیم مطلب رو. آقای عباس از ایران صحبت میکنه و بعد جواب آقای، همون آقای سید عباس و موسوی گرامی هستن. آقا عباس سید تلویزیونتون لطفا ببندید. علیکم السلام. آقای عباس موسوی هستید؟ یکی دیگه هستم، بفرمایید. علیکم السلام. از نظر من قرآن و سنت رو
در همه چیز عدیله، همون دیچه ما انسان هسته، یعنی همه کلی زن هر دو دنیا سر اندش داریم، هر دو دنیا یعنی دین جدا داریم، فلان هر چیز هم برای خودت نفع اینشار در کسی قرآن به چیزی دیگه فرق داره، یعنی این قرآن همون بشه آخر سوره چفتی یا خدا که میگه چی؟ سخنان خدا چی؟ سخنان خدا یه به هم نمید سرو چی میکنم به چیز شده میگم دار قلم شده اگه دریایی به کنسی شده داره در هر برمه ایسان سخنان خدا آقا عباس، آقا عباس اتا فرما شما سرش؟ صداتون واضح نیست اصلا، صداتون خیلی خرابه، اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرید اتاق فرمان بدون نوبت وصلتون میکنن استودیو. تشکر میکنم. بیننده بعدی رو وصل کنید. آقای ملاحی عزیز بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید، بفرمایید جانم. خواستیم یه سوالی کنیم. ما یه مقداری داشتیم توی حساب، خواستیم سوال فقهیه سوالتون کنیم. اتاق فرمان بهتون توضیح میدن که کی تماس بگیرید برای سوالات فقهیتون، چون برنامه مرتبط به سوالات فقهی نیست، همون موقع تماس بگیرید. خیلی متشکر میشه. دوستی ارسال کردند: جناب موحد گرامی، وقتی با دوستان شیعه صحبت میکنیم میگویند قرآن دارای ظاهری و باطنی است، برای همین ما فقط ظاهر قرآن را میبینیم و از باطن آن آگاه نیستیم و امام از بطن آن آگاه است، آیا این سخن بیپایه نیست؟ اگر خداوند قرآن را این گونه نازل فرمودند، پس چطور فرموده ما باید در قرآن تفکر و تعقل کنیم؟ آیا این تعقل کردن برای ما نیست؟ خدا میفرماید برای من شریک نگیرید. حالا دوستان شیعه بگویند که شریک گرفتن برای خداوند چگونه است. شیعه میفرمایند که من که چه عملی باعث شرک به خداوند میشود و هیهات از پاسخ دادن به این سوال. ضمناً اگر قرآن برای ما قابل فهم نیست، پس چگونه مشرکان مکه آن را فهمیدند؟ یعنی عقل شیعیان از مشرکان مکه کمتر است. اگر عقل آنها کمتر از مشرکان مکه نیست، پس چگونه است که مشرکان نیاز به تفسیر امام نداشتند و قرآن را میفهمیدند، ولی شیعیان به تفسیر امام نیاز دارند و نمیتوانند خودشان قرآن را بفهمند؟ ضمناً جناب موحد، شما آیه 52 و 53 اعراف را بفرمایید که این آقایان نمیدونم چیز نیستن. تشکر میکنم ازتون دوست عزیز آقا احمد. آقای محمدی بفرمایید، خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. سلام آقای محمدی گرامی، بفرمایید. نباشین، خوب هستین؟ الحمدلله، شما خوب هستید؟ شرمنده. جناب موحد، من شیعه هستم ولی من حتی روخونی قرآنم که میخوام حالیم نمیشه. چرا شما میگین نباید به صلاح تفسیر و چیز باشه؟ من همطور روخونی، من یه آدم ساده هستم، من نه خوندم نه مثل شما علم به صلاح دینی دارم، هیچ چیزی ندارم. چرا نباید تفسیر؟ من که اصلا روخونی قرآن بلد نیستم، چرا نباید یه شخصی مثلا باشه که اینه تفسیر برای من بکنه، بگه آقا اصلا همون بسم الله الرحمن الرحیم معنی چیه؟ آقا اصلا همین سوره قل هو الله احد که خدا یکیه به خدا من نمیدونم. شما اگر قل هو الله احد رو حالا بر این چیزی که با ترجمه قرآن، یعنی عربی رو که مطمئنا نمیدونید، خب، یا شاید هم بله اصلا نمیدونم. من اصلا نمیدونم عربی رو که نمیدونید، خب، متوجه موضوع نشدید. ترجمه قرآن و اون چیزی که به عربی هست، شما ترجمهش رو به زبان خودتون به فارسی بخواید بخونید، یه مسئله است. وقتی ترجمه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو میخونید، فکر میکنم متوجه میشه ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم چیه. شما خودتون بفرمایید. این درست؟ بفرمایید لطفا ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم رو بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خداوند بخشنده مهربان رو متوجه نمیشید چی گفته؟ قل هو الله احد رو میریم. قل هو الله احد، شما میدونید معنیش چیه؟ اجازه هست یه لحظه؟ خواهش میکنم. قل هو الله احد معنی ترجمه فارسیش رو میدونید چیه؟ یه لحظه به هم اجازه میدین؟ خواهش میکنم. میخواید بگردید؟ نگاه کن، یه قرآن خدا، قرآن فقط یه قل هو الله احد. خدمتتون دارم عرض میکنم من عربی بلد نیستم و این دلیل نمیشه که من فقط حالا یه قل هو الله احد. همچون از بس به هم گفتن، از اون روزی که به دنیا اومدم به هم گفتن آقا قل هو خداوند یکی، یا سوره ای هم که گفته یکی هستم. خب این که دلیل نمیشه. من قرآن، من شخصا خودم دارم، من اصلا نکاری به شیعه دارم، نکاری به سنی دارم، نکاری به شما دارم، نکاری به اون شبه دارم.
فقط اینو میخوام بهتون بگم که معنی من خودم رو میگم، خودم که تفسیر رو بلد نیستم، باید یک بیاد برای من تفسیر بکنه بگه آقا مریم شما مطلبتون اینه. کاملا درسته. شما آقای محمدی گرامی شما کاملا دارید درست میفرمایید. من قل هو الله احد رو مثال زدم برای اینکه ترجمهش رو هم شما میدونستید. تمام قرآن ترجمه داره. اینکه برای اینکه بفهمیم عربی چی گفته بریم ترجمهش رو بخونیم که خیلی طبیعیه. سوره مریم رو هم اگر شما برید بخونید میبینید که تو اون سوره مریم یه ترجمه داره و اون ترجمه عربی به فارسی است. مثل اینکه یه کتاب عربی باشه یه کتاب انگلیسی باشه. شما بگید من که انگلیسی رو نمیفهمم، چطور شما میگید نیاز به ترجمه نیست؟ چرا نیاز به ترجمه است برای اینکه این انگلیسی رو شما به فارسی بفهمید چی گفته؟ خب ولی این ترجمه فارسی اون آیه قرآن که شما میخونید قابل فهمه، اون رو میفهمید. دو تا مطلب رو شما دارید با هم اشتباه میگیرید. شما کلامتون کاملا درسته، اینکه شما برای خوندن قرآن نیاز به ترجمه دارید، شما عربی رو نمیفهمید، هیچ شکی توی این نیست، هیچ آدم عاقلی نمیگه کسی که عربی بلد نیست میتونه قرآن رو بفهمه، ولی برای اون ترجمه یه نیاز به یه چیزی هست. براتون مثال میزنم، تفاوت صحبت ما و صحبت اون مخالفانی که شنیدید در این هست، خب این هست که وقتی خداوند میفرمایند مثلا یه مثال براتون بزنم که متوجه بشید، مثلا خداوند میفرماید خداوند بر روی عرشش، مثلا حالا این مثال نزدیم چون مثلا خیلی سنگین میشه، این میاد رو عرش میشینه، واقعا من نمیفهمم، مسئله سنگین میشه اگه مسئله عقیدتیه. خب مسئله عقیدتیه، خداوند بر روی عرشش مثلا یا آیت بهشت و جهنم یا هر کدوم از این، حتی بذارید سنگین هم بشه، خب خداوند میفرماید در بهشت رودهایی هست که در آن مثلا از عسله. خب هر انسانی وقتی معنی این رو میفهمه متوجه میشه، حتی قضیه قرار در واقع خداوند در روی عرش بودن آیت متشابهات هست، ما اصلش رو نمیفهمیم. بفرمایید آیه موحد، یک لحظه بهم اجازه بدید. بفرمایید، خواهش میکنم. آیه موحد نگاه کنید ببینید، ما مثلا قرآن که باز میکنید یه صفحه که میخونم خیلی مثالای مختلفی داره، مثلا توی آیه که از چند جا صحبت کرده، من شخصا خودمو میگم، من اصلا کاری ندارم، اگه کسی نباشه که اینا برا من آقا اصلا بگه آقا زیرواش، با این که فارسی نمیشه من متوجه نمیشم، اینو بهتون بگم، اگه کسی نباشه این برا من ترجمه بکنه، اون عربیه چون طرف خودش عربی بلده متوجه میشه، ولی منی که فارسم حتی اگه معنی فارسی هم نوشته باشه حالیم نمیشه. چرا؟ چون عربیه، عربی ترجمه، فارسی ترجمهش کردن اونجوری که باید خدا نوشته که اینا ترجمه نکردن. بعد پس قبول بکنین که حد باید یک نفر بیاد اینو برای من ترجمه بکنه، باید چه بهتر کرده به اصطلاح همینایی که مفسر قرآنن باید بیان، حتی آقای آیت الله قرائتی باید بیان. من اینقدر که از قرائتی از قرآن حالیم میشه، اصلا خودم حالیم میشه موقعی که آقای قرائتی داره ترجمه میکنه میگه قرآن منظورش اینه، اینطوریه، اینطوری باید بکنین، این کار نکنین، من بهتر حالیم میشه. دقیقا شما درست میفرمایید، نیاز به یک نفر هست که قرآن رو شرح بده به این بله نیاز هست و یعنی هیچ آدم عاقلی حرف نمیزنه. شما اگر تفاسیر اهل سنت رو هم برید بخونید، تفاسیر فقط ترجمه نیستن، تفسیر عربیه، مثلا ابن کثیر اومده قرآن رو تفسیر کرد، اما دو مطلب متفاوتی که استاد بهتون جواب میده. مطلبتون رو کاملا گرفتیم و حق کاملا با شماست. ممنون، تشکر میکنم، خدا نگهدار. اگر همین الان جواب آقای محمدی رو بدید در مورد تفسیر قرآن، میگم من وقتی قرآن رو حتی معنیش رو هم بخونم اونطوری حالیم نمیشه. درست. که مثلا یه نفر بیاد برای من نگاه کنه. دو قضیه است برادر عزیزمون، یکی مثلا اینکه قابل فهم بودن، مثلا وقتی خدا با شما صحبت میکنه میگه که با مردم با خوبی صحبت کنید، برای شما قابل فهم هست دیگه، میگه با مردم خوبی صحبت کنید، حالا برداشت ها میایید مصادیقش جزئیاتش در زندگی تطبیق دادن، یه نفر میاد میگه در این مسائل برای شما میگه شما بهتر براتون عملی تر میشه. پس برداشت و برداشت های عمیق هیچ اشکال نداره. مثال قبلا هم زدیم، مثل دریاست، یه انسان دریاست، همه میدونیم که این دریا هست و خب خیلی ها میتونن میرن شنا میکنن، خیلی هم باید برن تو عمق، تو عمق میرن خیلی چیزهای دیگه به دست میارن. بس قابل فهم هست قرآن، قابل فهم هست، خدا با من صحبت میکنه وقت میگه که برای من شریک قرار ندهید، خب این کاملا قابل فهم هست. حالا من سوال من از آقای گلزار و باقی دوستان اینه که آقا بطن این چیه
که برای من شریک قرار ندهید. خیلی واضح و آشکار میگه آقا برای خدا شریک قرار ندهید. هر نوع شرک آقا ممنوع هست. نباید برای خدا شریک قرار بدیم. شما بطنشو چی میگید؟ من میدونم بطنشون چی میگن. میگن منظور از شریک بودن شراکت در امامت هست. یعنی غیر علی را به عنوان امام قرار نده، شریک برای علی در امامت قرار نده. این بطنش میگه. وقتی میگیم که اقیم الصلاة، آقای گلزار خیلی واضح و آشکار هست، ولی اونایی که اهل تأویل هستن، باطنی هستن، میگن از نماز منظور چیزای دیگر هست، منظور از حج زیارت مشایخ هست، حفظ اسرار هست، منظور از روزه یا فلان. این گونه تأویلات میکنن. این باطنی چیزی که شما دارید ادعا میکنید. وگرنه وقتی میگه نماز بخون، شما باطن نماز چی میتونید بیارید؟ یک روایت بیارید در این مورد که آقا این باطن نماز اینه. بس برادر عزیزم، آقا اشکال نداره شما قرآن بخونید، زحمت بکشید، ترجمه‌ش هم بخونید. خدا میگه که من وقتی صحبت میکنم، من چه کسانی را دوست دارم، چه کسانی را دوست ندارم. خب خودمون را آراسته کنیم به اون صفاتی که خدا دوست داره. میگه من محسنین را دوست دارم، اونهایی که راست میگویند، اونهایی که توبه میکنند، اونهایی که متطهر هستن، دنبال پاکی هستن، من اونها را دوست دارم. در مقابل میگه من چه کسانی را دوست ندارم. اینا که کاملا واضح و آشکار است. خدا این صفات، بعد میاد صفات انسانهای محسن پرهیزگاران رو یاد میکنه، خودمون رو آراسته به اون کنیم. صفات انسانهای بد و گفته، ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها. این کاملا این آیه الان آقای ما یاد اومد، خدا اینو بر زبان جاری کرد که وقتی میگه قرآن بر اونها خوانده میشه، ولا مستکبر، یعنی اینکه میفهمه اما پشت میکند، کان لم یسمع، مثل اینکه نشنیده. مگه میشه خداوند میگه مشرکین دارن قرآن رو میفهمن، از امت محمدی کسی میگه قرآن قابل فهم نیست؟ یعنی امت را پایین تر از ابو جهل و ابو لهب و ولید ابن عقبه، ولید ابن مغیره قرار دادن. سران کفر قرآن رو میفهمیدن، الان میگه نه ما مسلمان ها قرآن رو نمیفهمیم. عجیب هست، تعجب میکنه. یعنی مشرکین قریش قرآن رو میفهمیدن، من، شما، سایر مسلمان ها، میلیاردها انسان نمیفهمند. این مسئله دیگه هم که آقای گلزار اشاره کردن، اجازه میدید؟ خواهش میکنم. آقای گلزار، قرآن وقتی میاد صحبت میکنه با کلام من صحبت میکنه، من میفهمم. در زبان عربی استوا تا استولا فرق میکنه. قبول دارید که شما در زبان هر وقت میگید که استوا، بعد شما میاد میگید که استولا، دو تا کلمه هست. استوا على العرش دیتو. بله بله، استوا على العرش، استوا یه معنی داره، استولا هم هست. 6 بار در قرآن اومده که ثم استوا على العرش. پس این همون حقیقت اونو کسی نمیدونه. اون چیزیه که خداوند فرموده که و ما يعلم تأويله الا الله. حقیقت استوا ما نمیدونیم، اما استوا برای ما کلمش در زبان عربی مشخص هست چیه، اما حقیقتش نمیدونیم. خدا وقتی میگن علم دارم، آیا شما میتونید حقیقت علم خدا رو پی ببرید؟ آیا خدا نمیدونست بعد صاحب علم شد؟ وقتی صحبت از قدرت خداست، صحبت هست، من میگم من میبینم، میشنوم، قدیر هستم، من غفور هستم، رحیم هستم، ستار هستم، حلیم هستم، حمید هستم، مجید هستم، آیا این صفات قابل فهم هست یا نه؟ میفهم چی میگه خدا یا نه به من؟ بله. اما حقیقت اون چگونه است؟ این و ما یعلم تأویله الا الله، حقیقت اون. چون معنای تأویل بر اساس قرآن گفتیم که حقیقت اون چیز، وجود خارجی اونو غیر از خدا نمیدونه. حتی مسائلی که در مورد بهشت و جهنم، حقیقت اون چگونگیش ما نمیدونیم. پیامبر هم فرمودن که چیزهایی در بهشت که انسان به چشم ندیده، به گوش نشنیده، حتی به ذهن کسی هم خطور نکنه، نمیشه تجسم کرد حتی نعمتای بهشت. این معنا همین تأویله است. آقا قرآن خیلی واضح و آشکار بیان گفته استوا، همطور که امام مالک فرمود، گفت استوا معناش معلومه، اما سوال از کیفیت اون درست نیست. چرا که خدا فرموده که و ما یعلم تأویله الا الله، این کاملا درست است. حالا چرا بخواید شما اون چیزی که آیا این برای مشرکین قریش قابل فهم نبود؟ آقای گلزار، مگه مشرکین قریش نمی‌دونستن بیان روی همین قضیه اعتراض کنن؟ این چیزی که شما دارید، این شبهه‌ای که آقای شما مطرح کردید، مشرکین قریش مطرح نکردن، چون براشون زبان عربی کامل واضح آشکار بود، میدونستن که استوا چیه، استولا چیست. نیومدن این اعتراضات رو بگیرن، چون به زبان عربی واضح آشکار بود. تفاوت استوا و استولا رو برای کسی که نمیدونن بگید، شاید بینندگان آمین متوجه نمیشن. استوا یعنی چی؟
ترجمه این بله. آیه استولا یعنی تسلط یافتن بر چیزی قبلا نداشته. میگن استولا علی العراق مثلا میارن بله. میگن که بر عراق تسلط پیدا کرد. اینو میگن که منظور از استوا استولاست. استوا ثم استوا بر عرش قرار گرفتن هست. بر عرش قرار گرفتن. حالا این عرش حاکمیت جهان هستی بعد از آفرینش که تدبیر منظور خب یک این معنای ظاهریش که شما میگید خب این واضح و مشخص هست. استوا که جهان هستی رو کلا در زیر یه چیز خودش قرار داد دیگه. پس نمیشه بگید که استوا استولا. استولا میشه بگیم استوا. دو تا معنا دو تا حرف کاملا از هم جداست آیه گرزال باقی دوستان. قرآن با زبان واضح و آشکار صحبت کرده. اما در مورد تفسیر یکم بگید. اینجا ناچار میشیم که اینگونه هست. اینگونه هست که ما ناچاریم هر چیزی که در قرآن اومد در مورد اسم خدا بعد بگیم که خدا گفته من عالم هستم. خب انسان ها هم عالم هستن. خب پس بذاریم اون واضح و آشکار هست. والا به خدا مشرکین قریش اینو نگفتن. من اجازه بدید در مورد مطلبی رو که آقای محمدی این رو فرمودن. آقای محمدی عزیز چون مطمئنا شما میخواستید موضوع رو بفهمید قشنگ. سر قضیه این که ما به تفسیر نیاز داریم هم تمام اهل سنت هیچ کس نمیگه که ما به تفسیری احتیاج نداریم. تفسیر عمق دید ما رو نسبت به فرمایش خداوند اضافه نمیکنه. ما مطالب رو دقیق تر نمیفهمیم. هیچ کس این حرف رو نمیزنه. شما تفسیر نمیخونید. همه تفسیر دو چیز داریم. یکی تفسیر داریم یکی تدبر و فهم داریم. تدبر و فهم هر کس میتونه. به اندازه توان خودش در قرآن تدبر و فهم کنه. اما تفسیر مثلا اینه که مثلا زمان نزولش هست مکی مدنیش هست حالا اگه ناشون فرمایش رسول الله علیه مثلا احادیث در این مورد ولی این فهمش وقتی خدا به من میگه که بگو غیر از خدا کسی در آسمان ها و زمین غیب نمیدونه خب من اینکه برام کامل و واضح هست خدا واضح و روشن داره میگه در این تدبر کنم که خدا به همه چیز آگاه هست پس کسی دیگه آگاهی از غیب نداره. همین قضیه رو مثلا یکی از دوستان هم پی امش رو خونده بودم چند دقیقه قبل. آقای محمدی عزیز ببینید وقتی میگن قرآن رو بطن داره یک ظاهری داره که ما میبینیم یه باطنی داره که ما نمیدونیم هر چیز رو میخوام به این باطن میچسبونن و میگن اصلا شما تو ظاهر نمیبینید ما میبینیم خب یا امامان فقط دیدن به ما گفتن این مطلب رو گفتم میگه که خوندم براتون میگه که دوست ارزا میگم مطالبی رو شبانه روز از قرآن میگم و به غلط عنوان میکنن چند وقت خودشون دیدن که آقای انصاریان داشت این آیه 53 سوره زمر رو تفسیر میکرد میگه اول ترجمه کامل رو گفت و گفت معنی آیه چی هست در آخر گفت اسرافی که توی این آیه اومده در واقع ظلم به امامانه ظلم به ائمه است حالا این مردم کم اطلاع از این مردم کم اطلاع چه توقعی دارید این دوست عزیز برام ارسال کرده میبینید اسراف شما میدونید اسراف چیه ظلم به امام هم میدونید ظلم به امام چیه خب وقتی به شما میگن که معنی این آیه که داره میگه اسراف ظلم به امامه بعد هر چیزی رو میخوان میچسبونن بهش خب هر چیزی رو که میخوان میچسبونن به این موضوع من یک مطلبی که شاید نیاز به تفسیر باشه برای کسی که فکر کرده باشه برای اینکه متوجه بشه معنی آیه چی هست نه اون تفسیری که اونا میکنن و میگن بطن داره بهتون میگم توی سوره یوسف رو شما از اول تا آخرش رو بخونید متوجه میشید قشنگ خب یه جا توی سوره یوسف هست که یوسف و زن عزیز مصر توی اتاق هستن و چیزی که ما تو آیه میخونیم این هست ولقد همت بهی و هم بها لولا ان ارى برهان ربه لولا ان ارى برهان ربه خب و اون زن بهش هم کرد بهش نزدیک شد همش رو کرد قصدش رو کرد و یوسف هم قصدش رو کرد اگر برهان پروردگارش رو نمیدید ما اگر بخونیم این آیه رو شاید در ابتدا خودمون روی ترجمه معناییش فکر کنیم که یوسف هم قصد کرد که در واقع نزدیک بشه به اون زن ولی وقتی که میریم کسانی که تدبر کردن فکر کردن متوجه میشیم که خداوند گفته ولقد همت بهی و هم بها لولا ان ارى برهان ربه ولقد همت بهی و بهش هم قصد کرد و هم بها لولا ان ارى برهان ربه رأى برهان ربه و بهش قصد کرد و اگر یوسف نشانه پروردگارش رو نمیدید بهش قصد میگرد این تفاوت کسی که در واقع عمیقا فکر کرده و کسی که فکر نکرده این موارد زیاده توی قرآن نیست حالا یک دوست عزیزمون
آیه اولین تماس یا خوندید در مسئله آیه 3 سوره مبارکه بقره سوال کرده بودن که آیا امام غیب میدونه یا نمیدونه. بله. نیا کنید اگه امکان داره تو فرمان این آیه رو نیا کنید. سوره جن خیلی واضح و آشکار هست، میگه که قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. میگه من نمیدونم آیا اون چیزی که شما از اون ترسانده میشوید نزدیک هست، اون که پروردگارم برای اون مدت زمانی قرار میده. میگه من نمیدونم. دقت کنید، الان رسول خدا داره میگه بگو، خدا بهش میگه بگو، اعلان کن، بگو من نمیدونم، همه چیز دست پروردگار هست. بعد میگه فرماند که پروردگار من کی هست؟ عالم الغیب، عالم الغیب هست. فلا یظهر علی غیبه احدا، و بر غیب خودش کسی را آگاهش نمی کنه. الا من ارتضا من رسول، مگر اون کسی که خدا بخواهد، در یه حدی. پس دقت کنید، الان این اعلان میشه که اول اعلان میکنه، میگه من نمیدونم کی هست. حتی به پیامبر، وقتی که پیامبر گفتم خب این و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، این وعده ای که میدی، این تهدیدی که میگی، کی میاد؟ بگو بیاد دیگه، ما رو بکش یا قیامت تا بیاد. خدا، خداوند پیامبرش میگه که بگو من نمیدونم. پیامبر خداست. وقتی پیامبر داره، خدا رسول الله به پیامبرش میگه که بگو، اعلان کن. آیا وقتی که یه شخصی اومد گفت که من عالم الغیب هستم قابل قبول هست؟ تشکر میکنم از این. همون بطنی هست که میگن اینجا بطن داره، ما نمیفهمیم. قرآن یه چیز دیگه رو میگه، امام یه چیز دیگه ای رو میگه و مخالف دقیقا با این آیات قرآن هست، ولی ما یه ظاهری از قرآن میبینیم نه باطن قرآن رو. امیدوارم که ظاهر و باطن قرآن رو بتونید ببینید. خدا نگهدارتون.